وزارت دادگستری آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چین هشدار داد که در انتخابات ریاست جمهوری این کشور دخالت نکنند. روز چهارشنبه مری گارلند، دادستان کل آمریکا، با اعلام جرم علیه چند فرد و یک رسانه روسیه، با آخرین گزارش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا اشاره کرد که می‌گوید فعالیت‌های نفوذی و کمپین انتشار اطلاعات نادرست عوامل جمهوری اسلامی بیشتر شده و این بار در رابطه با این انتخابات است. روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از منابع در داخل ایران گزارش داده که این عوامل وابسته به سپاه پاسداران هستند. وزارت امور خارجه آمریکا هم وضع تحریم‌های بیشتری را وعده داده. گیتا آرگن همکارم از وزارت خارجه آمریکا با ماست. گیتا، مدت هاست که مسئولان آمریکایی عنوان میکنن که جمهوری اسلامی، روسیه و چین سعی دارن افکار عمومی رو به سمتی که به نفع خود اونها باشه هدایت کنن. جزئیات رو از تو بشنویم. حتما، کاملا همینطوره. پیام و روز چهارشنبه دادستان کل که این مطلب رو مطرح کرد، گفت این تلاش این سه خیلی بیشتر و بیشتر شده. یک سری افشاگری کرد در مورد کارهای روسیه که چه کارا میکرده، من جمله از این رسانه راشا تودی اسم برد که به یک شرکتی تو آمریکا پول میداده تا مطالب که موسکو میخواد اون رو در رسانه ها برای آمریکایی منتشر بکنه. 32 تا وبسایت روسی رو بستن. به هر حال در این بین بود که ضمناً اشاره هم کرد به ارزیابی سازمان های اطلاعاتی آمریکا در رابطه با تلاش های جمهوری اسلامی در همین راستا. We have observed increasingly aggressive Iranian activity. در این دوره از انتخابات اقدامات بیشتری هم از سوی ایران مشاهده کردیم، از جمله فعالیت‌های از سوی ایران علیه کمپین رئیس جمهوری سابق ترامپ تا نتیجه انتخابات رو در جهت منافع خودشون هدایت کنند. یکی از فعالیت‌های گزارش شده اینه که سعی کردن به افرادی نزدیک بشن که به نوعی با مبارزات انتخاباتی نامزدهای هر دو حزب در ارتباط هستند. دو هفته پیش که سازمان‌های اطلاعاتی این مطلب رو در مورد جمهوری اسلامی اعلام کردن، دفتر جمهوری اسلامی در سازمان ملل این خبر رو رد کرد. به هر حال دادستان کل آمریکا گفت که باز هم دنبال هکرها و اونهایی که میخوان نفوذ بکنن در انتخابات جمهوری آمریکا خواهند بود و سخنگوی وزارت خارجه هم گفت که تحریم در پی خواهد داشت. پیام؟ گیتا، روزنامه نیویورک تایمز از تعدادی مقام‌های دولتی آمریکا نقل کردی که کمپین جمهوری اسلامی به گفته این گزارش گستاخانه‌تر، متنوع‌تر و جاه‌طلبانه‌تر شده. جزئیات رو بگو برام. علاوه بر اونها، پیام، این روزنامه از یک منبعی داخل ایران که ظاهراً خودش هم با سپاه پاسداران هست نقل کرده که خیلی از این عوامل نفوذی اصلا متعلق به سپاه هستن، تحت پوشش سپاه هستن، در دانشگاه‌های ایران به دنبال جذب نیرو، جذب نخبگان تکنولوژی و فناوری هستن، با پول زیاد اونها را استخدام بکنن. و میگه که برای جمهوری اسلامی، به نقل از همین منبع خودش در ایران، گفته که جمهوری اسلامی براش مهم نیست آنچنان که حالا کی میخواد ببره. هدفش این هست که بتونه وجهه ژئوپلیتیک خودش رو در منطقه در سطح به طور مثلا روسیه و چین برسونه.